سخنان تند عطا محمد نور والی پیشین بلخ در برابر حکومت وحدت ملی به ویژه رئیس اجرایی این حکومت واکنش هایی را برانگیختند. انتظار می رفت که آقای عبدالله عبدالله در برابر سخنان والی پیشین بلخ امروز ابراز نظر کند. رسانه ها اینجا حضور دارند و یقین دارم که توقع آنان این است که درباره موضوعات روز صحبت کنم، اما این کار روز من است. اما حزب جمعیت اسلامی افغانستان میگوید که در صورت پذیرفته نشدن خواستهایشان از سوی حکومت از هر گزینه سیاسی کار خواهند گرفت. آنچه که بسیار روشن و واضح باید من خدمت شما بگویم، جمعیت این بار عقب نشینی نخواهد کرد و قاطی از این حق دفاع خواهد نمود و ایره مسئولیت خود هم میدانه و عقب نشینی را به معنای بی‌ثبات سازی تمام افغانستان تلقی میکنه. در همین حال برخی از نمایندگان پارلمان خواستای آقای نور و حزب جمعیت را غیر قانونی می دانند. ما به عطا مشوره می دیم که به قانون احترام بگذارن. رئیس جمهور، رئیس اجرایه در رأس حکومت وحدت ملی است، حق دارن کسی را عزل بکنن، کسی را وظیفه بدن. ای که هر کدام ما به نوبه خود تمرد بکنیم، تمرد از قانون است، تمرد از قانون، تمرد از منافع مردم افغانستان است. برخی از باشندگان کابل در برابر تنش‌های به میان آمده میان حکومت و والی پیشین بلخ چنین دیدگاهی دارند. خواست ما از حکومت و پیشنهاد ما به حکومت این است که دیگه مردم خسته شده از سیاست بازی های از اینا. ما من حیث یک جوان ما برشان میگم که لطفاً شما باید اقتصاد کشور را در نظر بگیرین، باید آینده کشور را در نظر بگیرین، باید تحصیل و تعلیم را در نظر بگیرین، جوانای کشور را باید رشد بدین. دو گفتنی درخواست ما به اونا این است که یعنی جنجال های خود را توقف بتن و به ملت فکر کنن که ملت دچار مشکلات زیاد هستند. این تنش ها پس از آن اوج گرفتند که رئیس جمهور غنی استعفای آقای نور را پذیرفت و به جای وی انجینر محمد داوود را به حیث والی معرفی کرد. اما آقای نور این استعفا را نپذیرفت و گفت که استعفا نامه وی از پیش و مشروط بوده است. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل.